اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدم الفداء. اللهم صل على محمد وآله. وادرع أني بلطفك واغدني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وعذلني في دراك وعذلني في دراك وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها. خب اولا ایام پربرکت ماه ذی‌الحجه، روزهای پایانی این ماه عزیز رو که فضیلت باران امیر المؤمنین علیه السلام هست به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. از عید الله الاکبر قدیر بزرگ که پشت سر گذاشته شد تا امروز که روز مباهله است و فردا که روز نزول سوره مبارکه انسانه، انشالله بر همه شما و بر همه دوستان امیر المؤمنین علیه السلام مبارک باشه. من یه چند جمله به مناسبت امروز عرض کنم که حقیقتا از اعیاد بزرگ اسلامی و ولایی است. ماجرای مباهله خیلی اتفاق بزرگیه، یعنی جایی که وقتی برهان کار رو پیش نبرد، اقامه حجت کار رو پیش نبرد و طرف همچنان بر ادعای دروغی که داره اصرار میکنه، آیا راه دیگه‌ای وجود داره؟ علل قاعده نه، طبق روال معمول باشه دیگه راه دیگه‌ای نیست دیگه، مگر اینکه ما با هم بجنگیم، مثلا شمشیر بیاد وسط، ولی دیگه بالاخره شما طرف رو موعظه کردید قبول نکرد، برهان اقامه کردید قبول نکرد، جدال احسن کردید قبول نکرد. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. همین راه ها رو رفتی جواب نداد، خب بعدش ظاهرا نوبت شمشیر باشه دیگه، یعنی باید کسی زیر بار حرف حق نرفت، ولی اینجا نه، یه راه دیگه‌ای باز شده که این هم از معجزات بزرگ اسلام عزیز و قرآن کریم و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. صلی الله علی محمد و آله. با اون اعجاز دعاست. حالا که ما با هم دیگه حرفمون تو این مسیرهای عادی به نتیجه نرسید، بیایم بشینیم در پیشگاه خدای متعال همدیگر رو نفرین کنیم. هر کسی که حق بمونه، هر کسی که باطله از بین بره، مورد عذاب قرار بگیره. این خیلی حرف بزرگیه، ادعای بزرگیه. یعنی تا شما کاملا به تمام معنا بر حق نباشید و اطمینان نداشته باشید به حقانیت خودتون و راه خودتون،
هرگز وارد یک چنین قصه ای نخواهید شد. این معناش اینه که یک راه دیگری وجود داره و اون راه، راه دعاست. البته دعای اینجا چون متضمنه در واقع لعنت هست، همون میشه نفرین به اصطلاح دیگه. لذا فرمود فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، یعنی دیگه تو حجتاتو اقامه کردی، راه روشن رو نشان دادی، اما در این حال طرف مقابل همچنان داره با تو محاجه میکنه، زیر بار نمیره. این محاجه کردن به معنای حجت آوردن نیست، به معنای لجاجته. و این رو ما در قرآن کریم داریم. در قرآن حجت هم به معنای حجت بالغه استفاده شده، هم حجت داحضه، یعنی هم اونجایی که شما احتجاج میکنید، در واقع یک دلیل محکم و استواری ارائه میکنید، حجت بالغ است. ولله الحجت البالغه، همونجایی که شخص زیر بار حق نمیخواد بره و بر سخن باطل خودش که خودش هم میدونه داره دروغ میگه همچنان داره اصرار میکنه. فرمود اینا البته حجتهم داهوه، ولی از کلمه حجت اینجا استفاده میشه. لذا فمن حاجک اینجا به این معناست، یعنی کسی که بر راه باطل و سخن باطل خودش اصرار می‌ورزه، دائما داره اونو تکرار می‌کنه، میگه عیسی پسر خداست، اصرار می‌کنه، برای خدای متعال شریک قائله، بر سخن باطل خودش دائما داره اصرار می‌کنه و کوتاه نمیاد. اما شمشیر هم بر نداشته، پاشده همراه با اهل و عیال و خلاصه پیروان خودش کاروان راه انداخته، از نجران آمده به سمت مدینه. این سال، سال نهم هجرت، سال نهم هجرت سالی است که گروه‌های زیادی از اطراف، از ادیان، از پیروان سایر ادیان اینا میان به مدینه، خدمت پیغمبر اکرم میرسن، با حضرت گفتگو میکنن، ادعاهای خودشون رو مطرح میکنن و فراوان هم هستن کسانی که اونجا بالاخره قانع میشن، تسلیم میشن، یا بالاخره از مرام باطلشون بر میگردن یا تسلیم میشن که جزیه بدن و زیر بار حکومت اسلامی قرار بگیرن. این سال رو میگن عام الوفود، سال نهم، یعنی سال کاروانها. وفود جمع وفده، نمایندگان از مجموعه های مختلف راه میفتن میان مدینه، اینقدر زیاد اومدن اسمش شده عام الوفود. خب از جمله اینان از نجران پاشدن آمدن، مسیحیان و بزرگانشون به اصطلاح ریش سفیدهاشون، کشیشها و قسیسینشون جلو افتادن، یه کاروانی هم از خانواده ها و از افرادشون به شکل خیلی مجلل، خیلی با شکوه سعی کردن لباس های فاخر، سعی کردن زر و زیور و امکانات و جلوه های ظاهری خودشون رو هم همه رو همراه خودشون کردن، آمدن به سمت مدینه که بیان خدمت پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم بر محمد. من خدمت حضرت برسن، ادعای خودشون رو مطرح بکنن، با حضرت وارد گفتگو بشن و همسال اینا. خب اینا با این هیئت و هیبت اومدن، حضرت هم طبق رسم بالاخره اخلاقی و معنوی و اسلامی و انسانی خودشون معمولا از باب اکرم کریم کل قوم
با احترام، با محبت از همه این کاروان ها استقبال میکنن، از جمله از اینها استقبال کردن، اینا آمدن، میهمان شدن، نشستن، بزرگانشون اومدن، با حضرت شروع کردن به گفتگو کردن. خب حضرت دید اینها بر اون عقیده شرکالود خودشون اصرار دارن، اولا اینا رو نصیحت کردن، اینا زیر بار نرفتن، حضرت براشون برهان اقامه کردن، زیر بار برهان هم نرفتن، باشون مجادله کردن، به احسن جدال احسن کردن، همین احتجاج، باز زیر بار نرفتن، یعنی بر اون سخن باطل خودشون همچنان اصرار کردن، حل نشد مسئله. اینجا یک راه عجیبی باز شد، وحی رسید به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. و یک راه جدیدی پیشنهاد شد. این راه جدید خیلی چیز عجیبیه، یعنی بیا و یک معجزه جدیدی ارائه کن، و اونم همینه که به طرف مقابل که حاضر نیست کوتاه بیاد، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، فیه یعنی فی الحق، اون حقی که تو ارائه میکنی، باز داره محاجه میکنه، اونی که از طرف پیغمبر ارائه میشه توحید نابه که داره عرضه میشه، و این ناز زیر بار نمیرن، با تو هی دارن همینجور محاجه میکنن. من بعد ما جاءک من العلم فقل، یه راه جدیدی ارائه کن. اون راه جدید چیه؟ فقل تعالوا بسم الله، شما تشریف بیارید، به این کیفیتم بیایید، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. بسم الله، شما بیایید در یه جایی، ما با هم دیگه قرار میذاریم، ما فرزندانمون رو میاریم شما هم بیارید، ما خانومامون رو میاریم شما هم بیارید، ما خودمون رو میاریم، جانمون رو میاریم شما هم بیارید، عزیزترین کسانمون رو میاریم شما هم بیارید. ثم نبتهل، اونجا به درگاه خدای متعال دعا میکنیم که طرف مقابل رو از رحمت الهی رها میکنیم، دورش میکنیم، نفرینش میکنیم. فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، که هر کس دروغ گفته لعنت خدا بر او مستقر بشه. این لعنت اینجا به معنای همون قطع از رحمته، انقطاع از رحمت که عذابه دیگه، یعنی مساویه با از بین رفتن و نابود شدنه. خوبه؟ خیلی پیشنهاد عجیبه، از طرف مقابل به تعبیر جوون ها میگن که یارو هنگ کرد، چی باید بگه؟ خیلی پیشنهاد عجیبه، سابقه نداشته، بیم با یک چنین خصوصیتی در برابر هم بشینیم. خب اونجا دیگه معلوم میشه حق کیه، باطل کیه. کسی که این پیشنهاد رو میده علل قاعده باید بر قله یقین باشه، ذره ای تردید نباید داشته باشه، چون یا این بالاخره دعا مستجاب میشه که پای حیات و مرگ در بینه، یا هم این نفرین مستجاب نمیشه که رسواییه دیگه، یعنی یک آبروریزیه خیلی بزرگی این وسط هست. لذا شما گرفتی، یکی این که جان تو آوردی به میدان، اگر این نفرین و دعا استجابت برسه، آبرو تو برداشتی آوردی، اگه نرسم که دیگه هیچ حیثیتی برات باقی نمیمونه و کوس رسوایی تو در عالم نواخته خواهد شد. مطلب اینجوریه.
این یه راه جدیدی بود. میدونید اصطلاحاً، یعنی خیالتون راحت کنم، ارائه یک اعجاز جدید در محیط نبوت پیامبر خاتمه، حرف تازه‌ایه. بزرگان ما میگن که این راه معجزه خالده دستگاه نبویه، یعنی منحصر به زمان خود حضرت هم نیست، یعنی این راه هم وجود داره، بعدها هم اگر نمونه پیش بیاد میتونن از این راه استفاده کنن. معناش اینه دیگه، یه راه جدیدیست برای اینکه ببینیم حق کیه باطل کی. ترکیبی که در آیه هست، چون این فرمانه دیگه، فقل فمن حجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل، پیغمبر به اونها بگو، امر کن، تعالو، تعالو هم یعنی بیایید دیگه، وارد بشید در این راه جدید، این رو ما عمل کنیم. این که فراخوان کنیم، فراخوان کنیم یعنی هم ما سمت خودمون رو، شما هم سمت خودتون رو. چه کسایی رو دعوت کنیم، فرا بخوانیم؟ متن آیه میخواد بگه که این فراخوان متوجه باید بشه به کسانی که به صاحب این دعوت تعلق خاص دارن و صاحب این فراخوان نسبت به اونها دلبستگی تام داره، نه هر کسی رو. لذا نگفته که بفرمایید فراخوان کنیم، ما رفقامون رو میاریم، شما رفقاتون رو بیارید، ما اصحابمون رو میاریم، شما اصحابتون رو بیارید. نه، یک ابنا انا و ابنا کن. فرزند، ما بچه هامون رو بیاریم، شما هم بچه هاتون. مطلب خیلی حساسه. ما خانومامونو بیاریم، شما هم بیارید. نساء انا و نساء اکم. حالا این دو رو بذارید کنار، و انفس انا و انفس اکم. این هم خیلی عجیبه، یعنی ما عزیزتر از فرزند و عزیزتر از اون بانو و بانوانی که میاریم داریم بیاریم، شما هم دارید بیارید. چون نمیشه که مثلا بگیم انفسنا، مثلا من خودم رو دعوت کنم بیارم، که اینو نمیگن، که انسان که خودش رو دعوت نمیکنه. یعنی کسی که به منزله جان ماست، هر کدوم داریم ورداریم بیاریم. یعنی چی؟ یعنی این صحنه مباهله، صحنه حضور صاحب دعوت و عزیزترین کسانشه که دیگه به او بسیار نزدیکند و او به اونها تعلق تام داره. دوزانه گفته مثلا ما قوممونو ورداریم بیاریم، شما طائفمونو ورداریم بیاریم، شما بیارید دوستانمونو، اصحابمونو. نه، خب پس این شد یک دعوت عجیب، دعوت خاصی. مفاد اون ابتهال هم که هست، ثم نبتهل، وقتی در این جلسه، که جلسه خاصیه دیگه، اجتماع خاصیه، وقتی حضور پیدا کردیم، ثم نبتهل، ابتهال علیکم السلام به معنای رهاسازیه، از این ریشه گرفته شده. بعد به معنای دعایی که همراه با تضرع تو این معنا مستقر شده. ابتهال دعایی رو میگن که همراه زاری و به اصطلاح تضرع و اینهاست، و اینجا چون درخواست نابودی برای طرف هست،
به معنای رهاسازی طرف مقابل از رحمت قطعی حقه، این از او قطع بشه و رها بشه. لذا کلمه لعنت اینجا ذیل ابتهال قرار گرفته. نبتهل یعنی دعای متضرعانه و خالص به درگاه خدای متعال داشته باشیم. فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، که هر کی دروغ میگه لعنت خدا بر او وارد بشه و مستقر بشه. این شد فرمان آقا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه صلی الله علیه و سلم. این راه رو پیشنهاد داد. بزرگ اینها بودن، باشون چند تا از قسیسین و روحبانشون با اینا بودن. این گفت ما بریم بررسی کنیم، به ما اجازه بدید، ما بریم بررسی میکنیم. رفتن و خلاصه شب مشورت کردن و این چی شد، این چه راهی بود، خیلی چیز عجیبیه. بعد از مشورت ها آخرین جمع‌بندیشون این شد که ما محل قرار رو معین میکنیم و در اون محل قرار اول صبح نگاه میکنیم، که مثل چنین روزی بود دیگه، روز 24 ذی‌حجه است سال نهم. گفت ما نگاه میکنیم ببینیم او با چه کیفیتی حضور پیدا میکنه. ما یه باره وارد نمیشیم ولی آماده میشیم. لذا طبق فرمان بزرگشون همه آماده شدن، طبق همین مفادی که هست ابناءنا نساءنا انفسنا، اینا محاسبه کردن، گفتن خب ما باید کاروانمونو که درش هم فرزندانمون هستن هم خانومامون هستن که همراهمون آمدن، اهل بیتمون هستن، هم بالاخره بزرگانمونو عزیزان گروهمونو اینا رو میاریم آماده، ولی وارد میدان نمی کنیم، میم اینجا وای میستیم نزدیک. او گفت ما بررسی میکنیم، اگه دیدیم صحنه به گونه ایست که پیامبر اکرم هم با یال و کوپال و خدمتون عرض کنم یه جمعیت زیادی وارد شد، ما هم وارد میشیم. اگه دیدیم نه صحنه صحنه دیگه ایست، اونجا تصمیم میگیریم. دیدن پیشنهاد پخته و سنجیده ایه، به قول خودمون بیگدار به آب نمیزنیم و خودمون رو در معرض خطر قرار نمیدیم. خب ماجرا خیلی عجیبه. اینا آمدن جماعتشون رو به همون کیفیتی که کاروان داشتن با همون شکوه و جلال و به اصطلاح زر و زیور و تنظیماتشون آوردن، در یه فاصله قرار گرفتن آماده، نمایندگانشون رو فرستادن به میدان که بررسی کنن ببینن پیامبره از این مشن که این پیشنهاد رو داده، این آقا که ادعای نبوت میکنه، صاحب دعوت میدونه خودش رو، ببینیم با چه کیفیتی وارد میشه. اینا دارن صحنه رو رصد میکنن، به اون بزرگشون گزارش باید بدن. آمدن نزدیک محل قرار، شروع کردن صحنه رو بررسی کردن. این طرف حالا این طرف پیامبر عظیم و شأن طبق اون چه که خدای متعال فرمان داده حالا داره عمل میکنه. اینجا طبق روایات که موجود هست، حضرت فرمودن اون کسای یمانی رو برای من بیارید. کسا رو آوردن، این پارچه یمنی خاصی اووردن، حضرت اینو با یه کیفیت خاصی قرار دادن،
و ماجرایی که دیگه شما تفصیلش رو میدونید. چند دقیقه بعد زیر این کسا پیامبر عزیزمون نشسته، زهرای اطهر سلام الله علیها نشسته، حسنین علیهم السلام نشستند و امیر المؤمنین علیه السلام بر اینها وارد شده تکمیل. دیگرانی هم خواستن بیان، از اهل بیت پیغمبر، از یعنی از خانوم های پیغمبر. حضرت فرمودن شما بزرگواری جناب ام سلمه، شما خیلی بانوی محترمی هستید، اینجا نه، جای شما نیست، ببخشید. تنها کسی که بعد از این اجازه پیدا کرد وارد شد جبرئیل بود که حضرت بهش اجازه داد، اونم چون پیک خدای متعال وارد شد. اینجا آیه تطهیر نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب این مقدمه ماجرای مباهل است، جریانی که شما به عنوان کسا، ماجرای کسای یمانی، اجتماع پنج نور مقدس شنیدید، این مقدمه ماجرای مباهل است. انجام شد، جبرائیل هم آیه رو نازل کرد، این جمع حرکت کردن. اینقدر این صحنه، صحنه عجیب و البته دوست داشتنی، و انسان هزار بار این ماجرا رو بگه و بشنوه و نقل کنه بازم کمه، اینقدر دلبری میکنه این صحنه، خیلی صحنه، صحنه عجیبی. بعد از اون ماجرا و دیگه دعایی که پیامبر عزیزمون داشت و مناجاتی که داشت با اینا قرار گذاشت، گفت ما وارد صحنه میشیم، من در اونجا وقتی که این جماعت اگر آمدن مقابل ما نشستن، من دعا میکنم، شما میگید آمین. من اونجا نفرینی خواهم کرد، شما آمین میگید. کسایی باید تو این صحنه بشن باشن که وقتی میگن آمین این دعا مستجاب بشه، هر کسی نمیتونه اینجا باشه و الا در اطراف پیامبر عزیز ما السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار موجود بودن، بزرگانی که حقیقتا بزرگ بودن موجود بودن، ابن عباس هست، نمیدونم بفرمایید سلمان هست، ابوذر هست، مقداد هست، اینا همه هستن، عمار هست، اینا خیلی بزرگن. اما خب باشن، با همه بزرگیشون تو این جمع راهی ندارن. در خانواده پیامبر شخصیتی مثل این جناب ام سلمه هست که خیلی بانوی بزرگیه، ام المؤمنین واقعا، اما نه، اجازه نداره که وارد. چون اینا باید کسی باشن که وقتی دست به آسمان برمیدارن آمین میگن به دعای پیغمبر، اون دعا مستجاب میشه و عذاب نازل میشه بر کاذبین. لذا اختصاصی شد و کسا و حضور اهل بیت علیهم السلام و نزول جبرائیل و آیه تطهیر و همه چیز آماده است. حالا ببینید راویا چی میگن، روات، این روات که میگم جامع بین روات اهل بیت که از خود اهل بیت علیهم السلام نقل کردن سلام الله علیهم اجمعین، تا اون چه که از اصحاب نقل کردن که از شیعیان هستن، تا اون چه که از اهل سنت نقل کردن، اجماعیه، مطلب اجماعیه.
که از جمله در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم که صحیحین اهل سنته که میگن دیگه مطلب درجه یک ما اونجاست، این روایتی که من دارم نقل میکنم اونجا هم نقل شد، گفت در برابر این قراری که گذاشتن، حالا این طرف بعضی از خوبان و اصحاب اون گوشه کنار ایستادن دارن صحنه رو نگاه میکنن، اون طرف فرستادگان وفد نجرانند و اون گروه نجرانند که دارن صحنه رو رصد میکنن، طرف دیگر فرشتگان مقرب الهی هن، جبرئیل امینه دارن صحنه رو نگاه میکنن. این صحنه عادی نیست. بعد دیدن شگفتا پیامبر عزیز داره جلو راه میره، یک بچه در آغوش پیامبر، یک کودکی پسر بچه در آغوش پیامبر، پسر بچه دیگری دستش در دستان پیامبر، پشت سر پیامبر یه خانوم داره میاد و پشت سر او یک آقاست. همین، اینا وارد میدان شدن، دارن قدم به قدم به محل قرار نزدیک و نزدیکتر میشه. این کل ماجرا است. گفتن اینا کیا هستن؟ اون مأمور مسیحی ها پرسید دیگه از اون کسی که اونجا آشنا بود اینا کیان؟ گفت خب پیغمبر رو که میشناسید، اونی که در آغوشش حسینشه. اونی که به دستش حسنش، اون خانم یگانه دخترش فاطمه است، دخترش زهرا است، اونی که پشت سرشه علی، داماد و پسر عموش اینن. با همین هیئت قدم به قدم آمدن نزدیک شدن. گزارش به بزرگشون فرستادن که آقا اینا با این وضعیت دارن میان. اون بزرگشون گفت من خودم برم از نزدیک ببینم صحنه رو. اومد نزدیکتر رو یه نگاهی کرد، ظاهرا اهل فراست بود، یعنی اینایی که گوهرشناسند، اهل فراست بود. اومد یه نگاه کرد، دید نه، این صحنه صحنه عادی نیست. دوباره نگاه کرد در چهره های اینا، دید نه، اینا اگر دعا کنن این دعا مستجاب قطعا. دوباره نگاه کرد، دید نشانه های عذاب از محیط آسمان داره به این محل هم نزدیک میشه. پیامبر عزیزمون وارد شده، نشسته، با همین ترتیب نشستن، طرف مقابل نیومد و پیغام فرستاد، گفت آه ما تسلیم میشیم، ما وارد این میدان نمیشیم. و اطرافیانش هم گفت اگر وارد بشید این آقا دعا میکنه و اینا آمین بگن، احدی از مسیحیان و جریان مسیحیت روی این کره خاک باقی نخواهد ماند، عذابی نازل میشه، کل ماجرای ما جمع میشه. لذا پیغام تسلیم رو فرستادن. پیامبر عزیزمون شکر کرد، نماز شکر رو خوند، به خاطر این پیروزی بزرگ که اون محل، همون محل میشه یک مسجدی دیگه، مسجد مباهله. نمیدونم دوستان احیانا توفیق پیدا کردن تشریف بردن یا نه، ما چند بار در اون مسجد مباهله نماز خوندیم، اگرچه این رو
نمیذارن به اسم مسجد مباهله شناخته بشه، شما باید از طریق راهنماهاتون شناساییش کنید. براش اسمای دیگه گذاشتن و تنظیمات دیگه. اونا نخواستن نشانه ها باقی بمونه. بله اسمشو مستجاب و دعوه و اسم دیگه هم عجیب غریب هم گذاشتن، چنان که برای مسجد قدیر هم همین اسامی دیگر رو گذاشتن. چی خلاصه به این ترتیب ماجرا تمام شد. خب خدا رو شکر میکنیم ما این جلسه ما کاملا با روز مباهله هماهنگ شد که ما اینجا دور هم هستیم. از این حادثه بزرگ، از این اتفاق حقیقتا شگفت انگیز که سند حقانیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست، بار بشه. در روز خودش صحبت کنیم و اینقدر مطلب بزرگه که حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمودن در بین فضائلی که برای اهل بیت علیه السلام نقل شده و برای امیر المؤمنین علیه السلام، هیچ مطلبی بالاتر از مباهله نیست. تا دوستانشون پای این مسئله بشینن تفکر کنن و فیض ببرن و دل بدن، بالاتر از این نیست. خب اسلام در این ماجرا، توحید در برابر شرک پیروز شد. اونا پذیرفتند که تحت ذمه قرار بگیرن، مالیات پرداخت بکنن، جزیه بدن و به این ترتیب تسلیم پیغمبر اکرم شدن، اگرچه مسلمون نشدن به حسب ظاهر. ولو بعضی از اینا بعدن وقتی این نشانه های حقانیت رو دیدن تسلیم هم شدن و خلاصه مسلمان هم شدن اینا. ولی در اون روز نه، بازم حاضر نشدن که خلاصه بپذیرن، چون میدونید اگه میپذیرفتن بساطشون رو باید جمع میکردن دیگه، که حاضر نشدن. ولی خب تحت حاکمیت اسلام قرار گرفتن. اما مطلب بالاتر که در متن این آیه کریمه هست، اون مطلب بالاتر اینه که اینجا مسئله حقیقت ولایته که آشکار میشه. لذا از روز اول جریانی که دشمنی اهل بیت علیه السلام رو داشته نسبت به موضوع مباهله حساسیت از خودش نشون میده. لذا جریان وهابیت و امثال اینها شما ملاحظه کنید، مسئله برایشون خیلی مسئله خاصیه، رو این حساسیت نشون میدن که این کتمان بشه، در همون حد بمونه، خیلی واقعیتش نقل نشه، حتی دست به تحریف هم زدن. شاید براتون عجیب باشه، حدیث سازی کردن از زبان کی؟ از زبان امام صادق علیه السلام، که مثلا در این ماجرا اولی آمده با پسراش، دومی آمده با پسراش، اینا رو گفتن. از قول کی؟ از قول امام صادق علیه السلام ساختن. چیزای عجیب غریب، یعنی از انکار تا تحریف هست. ولی خب چون این و تا بفرمایید تا تفسیر، یعنی اولا منکر بشن هست، تحریف کنن هست، تا اونجایی که بیان وارد تبیین های انحرافی بشن، نه اینکه بیان بگن آقا مثلا دیگران اومدن شرکت کردن، بگن نه بله همینا بودن، چون اینو که نمیتونن انکار کنن، در کتاب های صحیح خودشون هست.
اگه بخوان اینو انکار بکنن صحت کل مثلا بخاری یا صحیح بخاری یا صحیح مسلم از دستشون میره دیگه. اونو که نمیتونستن انکار. حالا که نتونن انکار کنن چیکار کنن؟ بگن بله این خیلی فضیلتی نیست. تا این حد پیش رفتن. و حساسیت اصلی، حالا راجع به ابنا انا مطلب داشتن بمانن، راجع به نساء انا مطلب دارن بمانن، باز حساسیت فوق‌العاده شون روی این کلمه انفسنا است. یعنی شما برید مراجعه کنید، یک مباحثاتی ها، مباحثات مفصل مفصل در کتاب‌های حدیثی، در کتاب‌های تفسیری اینا رو مباحثه کردن. اصل حساسیتم رفقا رو کلمه انفسنا و انفسکمه، چون از طرف پیغمبر اکرم انفسنا کی میتونه باشه؟ ابنا انا تکلیفش معلومه، نسا انا هم معلومه. رفقا میدونید تا کجا پیش رفتن؟ تا اونجا پیش رفتن که گفتن علی جز ابنا اناست. نمیتونستن حضور رو که نمیتونستن انکار کنن. گفتن چی؟ گفتن علی جز ابنا اناست. بله. گفتن در زبان عرب ما به داماد هم عجیبه واقعا، در زبان عربی، در عرف عربی ما به داماد هم پسر میگیم، پسران ما. بنابراین پیغمبر آمده ابنا انا حسن و حسین و علی، اینا میشن جز ابنا انا. میگیم خب این انفسنا کیه؟ میگن خود پیغمبره. میگیم خب این همش خلاف قاعده است، باید همش مرتکب مجاز بشیم. انفسنا بگیم من خودم رو دعوت کنم؟ آخه کسی خودش رو دعوت نمی کنه که. ندعو انفسنا، خودمون رو دعوت کنیم؟ وقت من خودم از خودم دعوت کنم، این که میشه مجاز. ابنا انا کجا به داماد میگن پسر؟ اونی که میگن مجازی میگن، در حالی که ما آیا اجازه داریم آیه ای که میتونه دلالت حقیقی داشته باشه دلالت مجازی برش درست کنیم؟ میگم از هر راهی که شما فکرشو بکنید، از انکار تا خدمتتون عرض کنم حدیث سازی برای اینکه دیگران رو هم وارد کنن، تا تحریف، همشو پیش آمدن. فقط به خاطر اینکه این انفسنا مسئلهش حل بشه و علی نباشه. چون اگر گفتیم علی به نص کلام الهی میشه نفس و نبی، دیگه تکلیف معلومه دیگه. اگه اینو کسی قبول کرد تمام کار دیگه. گفتیم اون کسی که اینجا میشه نفس، نفس و نبی، انفسنا، میشه علی علیه السلام. خب این یعنی عزیزتر از فرزند، نزدیکتر از فرزند و نزدیکتر از نسائی که اینجا فاطمه است سلام الله علیها به من اوست. معناش اینه. این یعنی دیگه. و بعد وقتی میگه او به منزله خود منه و جان منه، یعنی تمام فضیلت هایی که برای پیامبر اعظم هست با یه درجه فقط پایین تر از مقام نبوت برای او هست. یعنی فردا روز اگر باب بفرمایید مثلا خلافت پیش آمد، باب امامت پیش آمد، باب مدیریت و رهبری جامعه اسلامی پیش آمد، او هم بود، زنده بود و در جامعه حاضر بود، خب کسی از او صلاحیتش بالاتر نمیتونه باشه. خیلی مطلب خاصیه. یعنی دلالتش خیلی دلالت فوق‌العاده است. یعنی دلالت، بفرمایید، دلالت علمی داره، دلالت تقوایی معنوی داره، دلالت ولایی داره،
دلالت اخلاقی داره، یعنی هم معنوی، هم فضیلت‌های باطنی، هم فضیلت‌های ظاهری، هر جور حساب کنید. اینکه کسی از او اولا در نسبت با پیامبر نیست تو عالم اسلام، در عالم اسلام وجود نداره چنین کسی. این اون وقت از این حدیث اون وقت نیست، چون در حدیث داریم میگه لحمه و لحمی دمه و دمی به منزلت نفسی، نمونم در حدیث منزلت موسی، هارون، حدیث فراوان داریم. مسئله حدیث نیست، این نص کلام الهیه، این آیه است، یا آیه قرآنه، اینه چیکارش کنیم؟ خیلی عجیب. لذا از روز اول شیاطین جن و انس دست به دست هم دادند که این فضیلت کتمان بشه، یا به شکلی نادیده انگاشته بشه، یا دیده نشه، شنیده نشه، مستور بشه. و به شما عرض کنم هر تلاشی هر انسان مؤمنی انجام بده برای اینکه مباهله ترویج بشه، شناخته بشه، یاد بشه، مثل این جلسه ما، این جلسه ما امروز یه جلسه عجیبیه، خیلی مورد عنایت الهیه. خودتون رو دست کم نگیرید، این توفیق امروز نصیب ما شده، جمع ما. هر کسی در این جهت قدم برداره این و قلمی بزنه، بیانی بکنه، بشنوه، مورد عنایت خاص الهی و ولی حق تبارک علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریفه. خدا رو شاکریم این توفیق امروز نصیب جمع ما شد که جلسه ما بیفته روز مباهله. الحمدلله نمیتونیم خدا رو شکر کنیم، خدا رو شاکریم و امید داریم واقعا به عنایت الهی. و این روزها عرض کردم دیگه، روز بارش فضیلت‌های علی ابن ابی طالب علیه السلام، یکی پس از دیگری، از آیه انما ولیکم الله تا آیه انما یرید الله تا فردا سوره هل اتی علی الانسان تا آیه مباهله پشت سر هم، این هاست دیگه، این روزای آخر ذی‌حجه است. ببینید این که انسان روزهای آخر سالش، چون ببینید الان روزهای آخر ساله دیگه، درسته؟ روزهای آخر ساله دیگه، بعد میشه سال جدید، اول محرم سال 1446 آغاز میشه، این آخرین روزهای 1445 هجری قمریه که ما داریم پشت سر میذاریم. این که روزهای آخر سال انسان همش در پرتو یاد امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین، کرامات امیرالمؤمنین، عظمت علی ابن ابی طالب و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین باشه، این خیلی فرخندگی و خجستگیه. این امید رو در ما به وجود میاره که انشالله در سایه سار ولایت امیرالمؤمنین سالهای زندگیمون بگذره، به پایان برسه و هر سال جدیدی رو ما با ولایت امیرالمؤمنین، با یاد قدیر خم، با یاد مباهله، با یاد فضیلت‌های بزرگ ائمه هدا علیهم السلام و حقیقت وجودشون آغاز کنیم. این پایان خجسته، ختام و مسک و اون آغاز فرخنده، افتتاحی است که افتتاح مبارکی است که پیش روی ما هست. انشالله همین سالی که پشت سر گذاشتید بر شما مبارک باشه در محیط ولایت امیرالمؤمنین، هم سالی که آغاز میکنید انشالله مبارک باشه در محیط ولایت امیرالمؤمنین، و البته با توسل به ذیل عنایات مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام. خب ما ظاهرن هفته آینده در جلسه‌مون در متن دهه اول
محرمه که دیگه، هم ما دنبال روزه خونی هستیم، هم شما دیگه مجالستون برپاست. انشالله جلسه ما میره باز در نوبت بعدی که محضرتون اطلاع رسانی خواهد شد طبق قاعده. همدیگر رو دعا کنیم. امتحان بزرگی هم پیش رو هست دیگه، دیگه ماجرای شهادت رئیس جمهور عزیزمون و همراهانشون، بعد هم دیگه یک انتخابات فوق‌العاده که پیش اومد، هفته پیش برگزار شد مرحله اولش و منجر شد به مرحله دوم که انشاءالله این جمعه پیش رو به لطف حضرت حق در سلامت در امنیت انشاءالله برگزار خواهد شد. امیدواریم هم مشارکت بهتری باشه. این نوبت یه خورده در این جهت اشکال داشتیم دیگه، ولو معمولا در مرحله دوم مشارکت همیشه اینجوریه که باز سطحش پایین تره، ولی این آرزو رو داریم که انشالله باز مشارکت قوی تری شکل بگیره انشالله در جمعه پیش رو، و هم خروجیش انشالله خروجی مناسبی باشه که دولتی که تشکیل خواهد شد، میدونید زمانم خیلی سریع میگذره، این ایام هم ایام مختصری بوده دیگه، فاصله خیلی کم، باید ظرف خلاصه 50 روز کل ماجرا حل و فصل شده باشه و دولت جدید با رئیس جمهور جدید شکل بگیره. اینقدر قانون اساسی محکمیه و در سایه سار ولایت امیرالمؤمنینیم، پرچم امیرالمؤمنین علیه السلام به دست نائب امام زمان بالا سرمونه الحمدلله. و این اتفاقات، چه اون شهادت ها، چه شکل گیری دولت جدید، رئیس جمهور، اینا همه هم سر سفره انقلاب دیگه داره انجام میشه. این سفره است که انقلاب اسلامی گسترده، ولی این کشور ما نه انتخاباتی داشت نه انتخابی داشت، براش انتخاب میکردن اون رژیم ستمشاهی و داستانها و ایناست. اصلا عالم ما رو عوض کرد دیگه، این حق رو ایجاد کرد و البته این وظیفه بزرگ رو. انشالله که هفته آینده با انتخاب رئیس جمهور جدید و شکلگیری دیگه با زمان خودش دولت جدید، انشالله خدای متعال برکت قرار بده انشالله برای ملت عزیز ما. امیدواریم خروجی این انتخاب هم باعث روشنی چشم مردم عزیزمون باشه، کسی رو انتخاب کنن که بتونه اون دلالت‌های روشنی که در دولت آقای رئیسی و در شخصیت رئیس جمهور عزیز شهیدمون بوده، اونها رو انشالله بتونه هم خودش داشته باشه، هم در همراهانش و هم در دولت انشالله همین مسیر ادامه پیدا کنه و انشالله قدم‌های بعدی در محیط جمهوری اسلامی و نظام اسلامی انشالله به لطف حضرت حق برداشته بشه. دعا میخواد، توسل میخواد که انشالله هم شکوه هم انتخاب، هر دو انتخاب به شکل شایسته‌ای انشالله برگزار بشه و به نتیجه برسه. شما انشالله اهل دعا هستید، خدای متعال رو قسم میدیم چون جلسه خوبی برگزار کردیم، یاد امیرالمؤمنین، یاد اهل بیت علیهم السلام، حضرت صدیقه اطهر، حسنین علیهم السلام، این 5 نور مقدس، بله، و در محیط شخصیت پیامبر اکرم در آیه مباهله و روز مباهله، خدای متعال رو قسم میدیم. از آن شد 10 دقیقه، بله، پس امکان این که یک ذکری هم خونده بشه هست دیگه. خب خیلی ممنون، پس شما لطف میکنید. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق اصحاب مباهله، خدای متعال رو به حق اصحاب کسا قسم میدیم، به حق صاحب این کشور بقیت الله الاعظم، ارواحنا فدا، خدای متعال رو قسم میدیم ملت عزیز ما رو در این آزمون پیش رو موفق و سربلند بداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.